سلام استاد، سلام دوستای عزیز، چی حال و چی احوال دارین؟ آرزومند هستم که با اعضای فامیلتان دارای صحت کامل باشین و روزگار خوش و آرام را به سر برین. دوستای عزیز، صحتمندی شما یگانه آرزوی ما است و امیدوار هستم که در این روزای سرد زمستان یک گلاس چای همت سبز همت وطنی در دست داشته باشین با یک دو کلوله گر و ممپلی یا چارمغز یا توت به یاد وطن با فامیلتان در یک فضای صمیمی گلاسکای چای دستن و منتظر برنامه های ما باشین. دوستا امروز باز مهمان خانه های شما شدیم با یک غذای تند و تیز. دوستا امروز ما با پختن پیراشکی مهمان خانه هایتان شدیم. خب عزیزم، ما امروز میخوایم با شما طرز تهیه پیراشکی را به نمایش بگیرم که پیراشکی، خب عزیز ما گفتن که پیراشکی ترکی، خب پیراشکی غذایی است که ما مردم افغانستان هم میپزیم، از قدیما پخته میکردیم. مردم ترک، ازبک، ازبکستان، تاجیکستان، روسیه یا همشان پیراشکی آماده میکنن، خب به انواع و اشکال مختلف آماده میکنن. فرض مثال در شکلش فرق میباشه، در مزهش یا در طعمش فرق می باشه. ما چند نوع پیراشکی داریم. پیراشکی ما پیراشکی از گوشت داریم که تند است، پیراشکی از ترکاری باب داریم، پیراشکی از چارمغز یا پسته که داخلش از چارمغز و پسته پر میشه و آماده میشه از او داریم، پیراشکی که از پنیر آماده میشه از او است. هر کدامتان که باز خواستین، هر نمیشه که خوش داشتین، دوستا باز در کامنت نشته کنین که ما براتان آماده بسازم. من امروز پیراشکی از گوشت گوسفند که عزیز ما زیاد تاکید کردن، از گوشت گوسفند و همونطور تند تیز آماده میسازم و ببینین که چی رقم آماده میشه. دوستا بسیار آسان است، دیگه هیچ کار نداره، فقط در خمیر کردنش کمک متوجه باشین و در خود ملاب جور کردنش متوجه باشین. خب زندگی است دیگه، در زندگی هر کار یک سختی خود داره تا که آدم یک کمک سختی رو تیر نکنه دیگه راحت نمیبینه. خب از قبل از اینکه ما برنامه رو شروع کنم، بازم از شما یک تشکری میکنم که همیشه ما رو حمایت کردین و همیشه پشتوانی ما بودین. خداوند کمتان نکنه، اما قدر میگم که شکر که شما رو دارم. خب دوستا بریم که ببینیم که برنامه رو شروع کنیم که روزا هم کوتاه است و وقت برنامه با زیاد میشه. بریم ببینیم که ما چی کارا میکنم. خب عزیزا، قبل از اینکه مواد پیراشکی رو ما شما آماده بسازیم، اول باید غم خمیرش رو بخوریم. من خمیرش اول دوستا آماده میسازم، بعد از او خب خمیرش در دو مرحله آماده میشه، بعد از او میریم سر موادش. یک ظرف در قدم اول میگیریم که کمک مناسب تر باشه. در این یک قاشق چایخوری زنگ بوره اضافه میکنیم، یک قاشق چای خوری دوستا خمیر مایه، با یک گلاس شیر. البته باید یادآور شما زدیم که این شیر شیرگرم است، سرد نیست یا داغ هم نیست. شیر اضافه میکنم و خوب شورش میتم دوستا و سر از ایره میبندم از زایم تا ده دقیقه من ایره استراحت میتم. بعد از ده دقیقه باز ما شما را میبینیم. خب از این قسمت که میبینین ده دقیقه خمیر مایه بوده شده، شما میتونین که از نزدیکی رو ببینین دوستا، شیر و بوده و خمیر مایه خوب رسیدن. معالیه رو خوب با هم یک مکس میکنم. خب دوستا، ما یک ظرف کلان به خاطر خمیر کردن پیش خود میمانم. آلمی خمیر مایه و شیر که ما جور کرده بودم در بین از این اضافه میکنم، نمک اضافه میکنم، یک قاشق غذاخوری، زردی تخمه خوب گرد میکنم، دو عدد زردی تخمه است، تنها زردی است دوستا، سفیدش نیست. این رو اضافه میکنم و روغن یارا همش خوب مکس میکنم و آرد کم کم بالاش اضافه کرده میرم و مکسش میکنم. دوستا متوجه باشین که خمیرش از پیشتان نرم نمانه، باید خمیرش سخت باشه. سخت سخت هم نباشه، مثل نان ازبکی واره یا نان مزاری واره. باز من براتون نشان میدم که خمیرش چقدر سختی نرمش باشه. دوستا اینو من خمیر میکنم و شما بینیده باشید. مواد که آرد خوب گرد کردم، ازش یک خمیر جور کردم دیگه. آل نوبت ازی است که ایره خوب مساج بدم. خب دوستا، من خمیر را سر پلاستیک خمیر موندم. آل با این قسمت دستم، با قف دستم
خب این خمیره مساج میدم. دوستا سختی کار خمیر پیرشکی دینمی است که باید خمیرش خوب مساج داده شوه و مالش شوه تا که یک خمیر همه تو خوبش دگه به دست بیه. دوستا اینمی را ایره خمیر کنین و خوب با ما تو بزور ایره مساج کنین. مدت 5 دقیقه باید دوستا شما باید ایره خوب نما تو مساج بدین. خمیر ما آماده شد. ما داخل دی کاسه را هم چپ کردیم. کاسه خمیره خمیر در بینش میمانم. سرشون میکمت روغن میگیرم. وقتی دوستا سرش روغن گرفتم خوب تمام ازیره با پلاستیک میپیچم. دوستا خمیر ما آماده است. ایره ما میبرم در یک جای گرم میمانم و مدت 20 دقیقه دوستا. تا 20 دقیقه ما شما دیگه کار. خمیر ماندم با 20 دقیقه استراحت تا که خوب برسه. دوستا تا 20 دقیقه که خمیر میرسه ما شما آمادگی مواد داخل پیرشکی میگیریم که تا 20 دقیقه تیسی سورا ما آماده بسادیم که ما تیار موادش اینجا آماده ساختیم که وقتی که مواد آماده میساختم پخته میساختم باز برتون میگم که چقدر مواد بالای گوشت یا پیاز یا بادمجان رومی شما اضافه کنین. باز روشن کردم تخمپزی یا کاره یا یک دیگه در سرش هر چیز که شما دارین بانین بالاش و در قدم اول من میخوایم که گوشت اضافه کنم. دوستا 1 کیلو گوشت سرخی گوسفنده. 1 کیلو گوشت سرخی کردم ایده من خوب شور میکنم. خب دوستا وقتی که دیدیم رنگ گوشت تغییر کرد یک کمک یک دو سر ایده شور دادیم پیاز اضافه میکنیم. پیاز دوستا دراز دراز برش نمیزنیم به خاطر که ما میخوایم که پیاز اما تو ثابت بانه لواب یعنی نمیشه. 1 کلچه پیاز بود دوستا خو نظر به کلچه پیاز تن اگر کلچه پیاز کلان بود 1 کلچه بگیرین اگر کلچه پیاز خورد بود 2 کلچه بگیرین. 14 دندانه سیره است که ما میده کردیم. 1 قاشق دنیا یا گشنیز خوش. 1 قاشق غذاخوری زیره دیگ تنا زیره است دوستا کار مساله یا چینه. بازم دوستا کمک مرچ کوبیده شده که بسیاری تند است بسیار کم اضافه می کنم. 1 قاشق چایخوری مرچ سیاه از داخت مرچ خشک میده شده کشمیری. 1 قاشق غذاخوری پودر سیر دوستا به اندازه 1 قاشق یا 1/2 قاشق چایخوری نمک سیاه و 1 قاشق هم 1 قاشق ماسخوری هم نمک نرمال که ما شما نمک سفید در دیگ اضافه می کنیم. حالا همه از این دوستا با هم مکس می کنیم. وقتی همش مکس شد از این حالا 1 دانه بادنجان رومی البته بگویم که بادنجان رومی کلان بود ما 1 عدد گرفتم. شما نظر به بادنجان رومی تان میتونین که 2 دانه بگیریم یا 3 دانه اگه خود باشه بگیریم. دوستا یاره همشه با هم خوب سرخ می کنیم و شما بینیده باشین که تا که آب از این کوفته خوش. خب دوستا مواد داخل پیرشکی پخته شده. 50 گرم چارمغز دوستا ما میده کردیم ایره هم بالاش اضافه میکنیم. این بسیار مزه گوشت خوبش میسازه. دوستا گوشت ما پخته است. 1-5 دقیقه شورش میدیم دوستا. مواد داخل پیرشکی آماده است. ما گاز گل میکنم و ایره میمانم تا سرد شده. خب دوستا از این قسمی که میبینین مواد داخل پیرشکی ما سرد شده. گشنیز تازه دارم ایره پاک ششکه ما میده کردیم. ایرم امرایش وقتی که سرد شد مخلوط میکنم دوستا. خوب مکسشان میکنم. ایره 1 طرف میمانیم مواد داخل پیرشکی را. دوستا خمیر ببینین که نامخدا چقدر خوبش رسیده. ببینین خمیر ما یک مشت دیگه هم میتم. خوب خمیر ما در روی پلاستیک کار میندازم و بندازه های مختلف ایره ما برش میکنم. تمام خمیر دوست عزیز ما به این شکل زغاله میکنم. زغاله را آماده کردم ماندم که دمشان راست شود و آل ای همه زغاله را با آشگز انوار میکنیم. دوستا شما میتونین به هر شکل که دلتان باشه پیرشکی را جور کنین. میتونین با زغاله خرد خرد جور کنین، دانه دانه جور کنین. خب من امرای آشگز
تمام خمیر با یک اندازه انبار میسازم، باز پروش میکنم. دوستان متوجه باشین که اندازه دبلی و مینی خمیر هم بردان میگم که چقدر باید باشه. از هر وسیله‌ای که شما در خانه داشتین میتونید ازش استفاده کنین. من از این قالبا دارم به خاطر آشک و به خاطر پیراشکی و به خاطر کلچه و چیز هست. من از این استفاده میکنم و سایز کلان کلان که انتخاب میکنم و ازش استفاده میکنم. با این خمیر خود برش میزنیم. اندازه دبلی خمیر دوستا ما براتون نشان بدم که باید چقدر باشه، که زیاد مینش نکنین، به این اندازه هستیم. ببینین به این اندازه باید خمیرش دبل باشه. من تمام از این دوستا میبرم برش میکنم، باز انشالله شما را میبینم. در بینش مواد ماندیم، دانه خمیر مثل آشک بسته میکنیم، خوب بستهش میکنیم. ازا خب ازا یکی خوب که قالب است، یکی میتونین که زغالا را خرد خرد جور کنین، با آشگز انوارش کنین. یه مشکل بازاریش به میرقم است. دانه خمیر بسته میکنیم، خوب صحیح دوستا بستهش میکنیم که باز نشه. همش آماده میکنیم و میمانیم که استراحت کنه. دیگه هم مواد انداختیم دوستان، مثل آشک واره ایره ایره قم بسته میکنیم. ایره قم وقتی که بسته کردیم دوستان، خود همی دو طرف را که بسته بندی کردیم، خوب دوستان محکم میسازیم که بازی خود باز میکنه. حالا خوب دانش تاو میتون به خاطر که باز باز نشه، خصوصا که اگر در روغن پخته میکنیم دوستا باید خوب بغلاش محکم شوه. خب پیراشکی ما به این شکل تیار شد. حالا از دو طرفش میگیریم، ایره یک کمک ایره قم فشار میدیم. ببینید دوستا پشتش به ایره قم اومد و روی خود پیراشکی به این طرف. خب عزیزم، ما اینجا در لست تیار کردیم پیراشکی را، به خاطر که ما میخوایم در داشی را آماده بسازم. دوستان ما دو رقم پیراشکی پخته کرده میتونیم، هم در روغن پخته کرده میتونیم و هم در داش پخته کرده میتونیم. سرش پک میکنم، استراحت میتونم که یکمک دمشان راست شود و خوب باز پف کنن، که باز وقتی که پخته کنین بسیار خوب شه. خب عزیزم، او رقمش را برتان بروشی که یاد دادم، او طریقه آسانش بود. دیگه زغاله خورده چی رقم جور میکنیم؟ به اندازه هر پیراشکی زغاله جور میکنین و ایره خوب انوار میکنین. و دوستا باید یادوار شوم که وقتی که من پیراشکی را به جور کردن شروع کردم، به خاطر داش 15 دقیقه پیش داشه در 200 درجه دوستا ما داشه روشن ماندیم. ای آماده شد دوستا عزیز. آن در بینش مواد میمانم دوستا. ای را به خاطر روغن تیار میکنم، یعنی ای را ما در داخل روغن پخته میکنم. پیراشکی ما را بسته میکنیم، خوب بستهش میکنیم دوستا. آن بغلایش خوب با انگشت هم دیزاین میتیم و هم تاوش میتیم. به خاطر که یا باز نشن. خب به این شکل ازم ای آماده شد. به این شکل ایده هم به همون شکل آماده می سازیم. در روغن پخته می کنیم دوستا. چند دیزاین می تونیم پخته کنیم؟ یاره هم دوستای عزیز، من اینجا میمونم به خاطر از اینکه اینا هم باید استراحت کنن. بسیار دوستای عزیز، به سادگی و به آسانی میدونید که شما پیراشکی‌ها را دیزاین بتین. انشالله اگر عمر باقی بود براتان، باز بخیر از پیراشکی شیرین مغزی براتان تیار میکنم، پیراشکی ورقی براتان انشالله تیار میکنم. دیگه
ببینیم دیگه استا استا تا که نوبتشان برسه. خب از این قسمی که میبینین 15 دقیقه از پیراشکی ها پوره شده یا خوب دمشان راست شدن. اگر در سر ویدیو دیده باشین که من وقتی که یاره جور کردم خرد خرد بودن مگر حالا خوب پف کردن. خب از این ای پیراشکی است که من در روغن پخته میکنم، یاره من ضرورت ندارم که سرشان چرب کنم، فقط یا در روغن پخته میشن. مگر پیراشکی که من در داش پخته میکنم که عبارت از ای پیراشکی است. خب عزیزم این پیراشکی بود که شما دیدین که من جور کردم شه به خاطر داش جور کردیم. بازم برتون یادآور میشم پیراشکی بعد دو نوع پخته میشه، هم در روغن هم در داش. خب اینو ما به داش جور کردیم. پیراشکی که در روغن پخته میشه روی زور ما شما با تخم چرب نمیکنیم، مگر این پیراشکی که در داش پخته میشه یا را روشانه چرب میکنیم. حالا یک عدد تخم مرغ زردی و سفیدی شه خوب با هم مکس میکنیم عزیزم. روی از یاره امرایش چرب میکنیم، روی پیراشکیاره یاره چرب کردم دوستا. حالا به میل خودتان، کس سیادانه خوش داشت دست بالای سیادانه پاش بده، اگر کس دانه کنجد خوش داشت دانه کنجد پاش بده. من هم سیادانه پاش میتم هم دانه کنجد. دوستا پیراشکی داشت ما آماده است. من یاره میبرم در داخل داشت میمونم و میایم به جان پیراشکی که در روغن پخته میکنیم. خب دوست عزیز قسمی که میبینین من روغنم موندیم که روغن داغ شوه و روغنم چک کردم، روغن داغ است. حالا بسم الله گفته یک تانه پیراشکی را در بین ازی در حرارت کم در میدیم ماشاءالله چقدر خوبش آمده. شما یک دفعه سعی کنین این پیراشکی است که در داش پخته شد و این هم پیراشکی است که در روغن پخته شده. ببینین خب من این دوره را میکشم، دوره دیگه شو میپرتم، باز شما را میبینم. خب دوستای عزیز دیدین که شما ما پیراشکی را به دو رقم برتان پخته کردم، هم در روغن هم در داش. ببینین که این روغنیش است و این هم در داش است بدون روغن. دوستای عزیز من روغنیش کم پخته کردم به خاطر که از روغن ما یکمک دوری میکنیم بسته فامیل ما، از خاطر شما یک چند دانش در روغن پخته کردم که کسایی که در روغن خوش دارن نوش جان کنن. خب عزیزای بسیار مقبول آمده، بسیار خوبش آمده. از هر دو شی پیش ببینین. خب دوستان ببینین ایره که ما در روغن پخته کردیم، ببینین چقدر خوبش آمده. توتیش میکنم مغزش یه دفعه ببینین، اما تو مزه‌دار و خوبش و دیگهش همچنان. داداش من سه نوع پخته کردم، یکی سیادانه ایش پخته کردم، یکی مگدانه کنجد پخته کردم، یکی از دانه از سیادانه پخته کردم و دیگهش ساده پخته کردم. هر کس که بر رقم مایلش باشه میتونه که نوش جان کنه. دوستایی پیراشکی داش است میتونین که ببینین که چقدر خوبش آمده. یک دانه از ایرام توته میکنم. خب دوستای عزیز این بود برنامه پیراشکی پختن ما. خدا کنه که مورد پسندتان قرار گرفته باشه و شما ازش بهره بردارین. ما در پشت صحنه باز میخوریم امرای فامیل جای هر کدامتان خالی. دیگه بازم براتون دوستا یادآور میشم که من به حمایتتان ضرورت دارم. خواهرتان تنها نمانین. تا به می جایم که رسیدیم از برکت شما دوستا ما رسیدیم. دیگه لطفا ویدیوها رو لایک کنین، با کامنت های مقبول مقبولتان دیگه هم مرا حمایت کنین و کسایی که نو به چینل ما میپیوندن و ویدیوها را نو میبینن لطفا لطفا ازتان خواهش میکنم چینل سابسکرایب کنین و تکمه زنگوله را فشار بدین تا بینده برنامه های آینده ما باشین. دوست عزیز یک جهان سپاس از شما. باز هم تا برنامه بعد، تا ولاگ بعد، تا آشپزی بعد شما رو به خداوند بی نیاز مسپارم. ایام به کامتان، خدا حافظ ناصرتان، خواهرتان تنها نمانین. شب و روزتان خوش و گل و گلزار عزیزان.